چون نیلوفر عاشقانه. یه روز یه عاشق میره در خونه معشوقش در میزنه. عاشقم من. درود و ارادت. امروز میخوایم در مورد نوانس صدا صحبت کنیم. اصلا نوانس چیه؟ آیا میتونیم با استفاده از نوانس صدای دلپذیرتری تولید بکنیم و آهنگ هامون رو جذابتر بخونیم؟ اگه میخوای جواب این سوال رو بدونی، ادامه ویدیو رو از دست نده. به کافه آواز خیلی خوش اومدی. کلن نوانس یا داینامیک صدا به تغییر شدت صوت گفته میشه. یعنی مثلا من دارم یه فراز رو میخونم. قصه غم من و تو، قصه گل و تگرگه. آیا ما میتونیم با آکسان گذاری و کم کردن شدت صوتی و یه جایی زیاد کردن شدت صوتی احساس بیشتری به قطعاتمون بدیم؟ تو این ویدیو میخوایم اینو با هم بررسیش بکنیم. مثلا من میخوام یه قطعه بخونم از سیاوش قمشی عزیز که میگه بارون امشب توی ایوون، مثل آزادی تو زندون، بی صفا بی تحرک بی ریا بود. من میتونم این کلمات رو با تقویت شدت صوتیش و یا کم کردن شدت صوتی از روی هر کلمه احساسای متفاوتی بهش بدم. مثلا من میگم بارون امشب، بارون رو دارم قوی تر میگم. بارون امشب توی ایوون، توی ایوون یه حالت خیال انگیز، مثل آزادی تو زندون، آزادی رو یه ذره میکشم که بزرگتر باشه. بی صفا رو یه ذره ناراحتم که صفا نداره. بی تحرک کوچولوه، شدت صوتی رو کم کردم. در مورد ایر کامپرشن من مفصل توضیح دادم، ایر کامپرشن اینجا کم کردم تا بتونم شدت صوتی رو بیارم پایین و حس بهتری رو انتقال بدم. بی صفا بی تحرک بیریا بود. بیریاش قشنگ بیریاست. پس خیلی مهمه که دقت بکنیم که توی آهنگ از این تکنیک خیلی ساده استفاده بکنیم. یه چیز دیگه که باید یاد بگیرین کرشندو و دیکرشندو توی آهنگ هست. از یک شدت صوتی کم من رسیدم به یه شدت صوتی بیشتر. تو بعضی قطعات این لازم. مثلا من میخوام خلیج همیشگی فارس قشنگ اینجا من کرشندو میکنم و یه حس متفاوتی رو برای مخاطبم ایجاد میکنم. یا مثلا دیکرشندو، این کلمات اکثرشون ایتالیاییه. کرشندو یعنی از شدت صوتی ضعیف یا پیانو میرسیم به شدت صوتی فورته که شدت صوتی قوی تر هست. پس کرشندو رو یه بار دیگه هم مرور کنیم. اول خلیج همیشگی فارس، فارس خواهد بود. این میشه کرشندو. حالا دیکرشندو. از شدت صوتی فورته من میرسم به پیانو. یه بار دیگه یه شدت صوتی خیلی بزرگ رو میرسونم به یه شدت صوتی که اندازه یه سوزنه. میشه پس باید دقت داشته باشیم. با همین تکنیک ساده، با همین نوانس، ما میتونیم حس‌های متفاوتی توی مخاطبمون ایجاد بکنیم. یه مثال دیگه. چون نیلوفر عاشقانه. دقت کنید توی آهنگی که علیرضا افتخاری خونده نیلوفر رو چجوری میگه. چون نیلوفر عاشقانه، چونان میپیچم به پای تو،
چرا اینجوری اجرا کرده؟ ببینید، با استفاده از نوانس و با استفاده از کم و زیاد کردن ایر کامپرشن، حس نیلوفر رو تونسته تو این قطعه برای مخاطبش تداعی بکنه. نیلوفر میدونیم یه گلی هست که میپیچه دور یک چیزی و میره بالا، و آقای افتخاری با تحریراش سعی کرده این پیچش نیلوفر رو با استفاده از نوانس صدا، با استفاده از کنترل ایر کامپرشن ایجاد بکنه. یه بار دیگه با هم مرورش کنیم. چون نیلوفر عاشقانه، شبیه یه عاشقی که داره اینجوری میپیچه به پای معشوقش، اومده گل نیلوفر رو برای ما تصویر سازی کرده. عاشقانه. من خواهش میکنم اینو شما هم تمرین بکنید و دستتون بیاد که چجوری میتونین با استفاده از کنترل ایر کامپرشن و شدت هوا در بازدم احساسهای مختلفی رو تولید بکنید. شما لطفا بگید چون نیلوفر ببینید از یه شدت صوتی بیشتر میرسم به کم. شما چون نیلوفر عاشقانه. پس خیلی دقت بکنید تو آوازتون با استفاده از نوانس بتونین رنگ و احساس خیلی زیباتری با آوازتون بدین و از اون حالت فلت و بیروحی آوازتون در بیاد. در مورد ایجاد نوانس، لحن آوازی که ما انتخاب میکنیم هم تاثیرگذاره. یعنی مثلا من میخوام یک احساس خیلی لطیفی تو مخاطبم ایجاد بکنم، حواسم باشه من با استفاده از اون تکنیک های صداسازی که بلدم میخوام با وکال فورمنت و وکال ترکتی که دارم ایجاد میکنم یه احساسی رو تداعی بکنم. اون احساس ولی باید لحنش به اون سبکی که من دوست دارم بیاد. یعنی چی؟ یه ذره بیشتر بازش کنم. یعنی این که مثلا من میخوام بخونم همینی که با هم مرور کردیم از آقای افتخاری، مثلا چون نیلوفر اگر من لحن مخروطی و نرم کامل لیف نباشه و با حالت نیزال کویتی، یعنی یه مقدار صدای تو بینی، یه مقدار تو انگ زیاد بخونم، با این که نوانس میدم ولی این احساس رو در مخاطب تداعی نمی کنه. اینجوری میشه چون نیلوفر عاشقانه، با این که دارم با نوانس بازی میکنم ولی چون لحن مناسبی استفاده نکردم اون احساس رو در مخاطبم ایجاد نمی‌کنه، مثلا اثر نوانس رو هم از بین می‌بره. پس انتخاب لحن تو نوانس خیلی مهمه. مثلا من می‌خوام بخونم عاشقم من، بگم عاشقم من، صدا رو میارم جلو، یه مقدار توانگش میدم عاشقم من، یا مثلا عاشقم من. این لحنا خیلی متفاوته. من که نوانس هم رعایت کردم دقیق ترشیم عاشقم من، عاشقی بیقرارم، ولی این حس رو نمیده. این حس برای این سبک پاپ یا پاپ فارسی هست. عاشقم من، عاشقم من. ببینید دوستای گلم، عاشق اینجا جایگاهش پایین تره، در طلب معشوقه، منو میاره پایین. ببین عاشقم من، پس این منه رو با استفاده از نوانس من میارم پایین و اون تداعی پایین بودنه رو برای مخاطبم سعی میکنم که ایجاد بکنم. یاد یه حکایت فوق‌العاده از مثنوی حضرت مولانا افتادم که یه روز یه عاشق میره در خونه معشوقش در میزنه، معشوق میاد دم در، میگه کیه؟ عاشق میگه منم، و معشوق میگه تویی؟ برو هر موقع این منیتت افتاد و هر موقع تونستی درک کنی جایگاه عشق و عاشقی رو، اون وقت برو برگرد. این عاشق میره سالهای سال ریاضت میکشه، سیر و سلوک میکنه و تازه به معنی عشق پی میبره، بعد برمیگرده میاد در خونه معشوق در میزنه، معشوق میاد در رو باز کنه، میگه کیه؟ عاشق میگه تو هم همه ی وجودم. این اصلا دیگه منی وجود نداره درون این عاشق.
پس این رو هم باید توی آوازمون در نظر بگیریم. احساس مهمترین چیزه توی خوانندگی. ما همه این تکنیک‌های صداسازی رو داریم میگیم که در خدمت حس قرار بگیره. شما باید منظره‌ای که روایت می‌کنید، تصویری که روایت می‌کنید رو باورش داشته باشید، بهش ایمان داشته باشید، بپذیریدش حداقل به عنوان یه بازیگر، بعد اون نقش رو بازی بکنید. یه بار دیگه پس مرورش کنیم. گفتیم که میگه عاشقم من، منه کوچولوه، عاشقی بیقرارم، کس ندارد خبر از دل زارم. دل زارش کوچولوه، دل زارش واقعا حالش خیلی خوب نیست. پس دقت کنید، نوانس خیلی خیلی توی آواز مهمه. من مهدی هدایی هستم و دارید کافه آواز رو تماشا میکنید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما ازش حمایت کنید، لایک، سابسکرایب، کامنت، تا بتونه عمر کافه آواز بیشتر بشه. اگر هم دوست دارید به رایگان از روی صداتون رفع اختلال بشه و یه کارشناس در مورد صداتون نظر بده، حتما تو تلگرام به شماره 0935 75585 پیام بدید تا عضو گروه های صمیمی تلگرام بشید و به رویاتون که آواز خوندن هست نزدیکتر بشید. ندارم دستت از دامن به جز در خاک، ندارم دستت از دامن به جز در خاک، آن دم هم که بر خاکم روان گردی، بگیرد دامنت گردم. مواظب روحتون و جسمتون تو این روزهای سخت باشین، مخصوصا اگر تو تهران هستید. هوای آلوده واقعا حال آدم رو دگرگون میکنه و حال خوبی اکثرا ندارن. یادتون باشه که خیلی آواز بخونید، حواستون به روحتون باشه و جسمتون رو هم سعی کنید حتی شده توی خونه ورزش بکنید تا سالم نگهش دارید. تا به زودی، خرد یار و نگهدار شما.